اثر هنوز گیر کرد، نه پایین نه بالا. و در راستا خیلی ممنون، متشکرم که تو یادتون بود. دوباره میخواستم تشکر کنم ابرو جان عزیز که این یادآوری خیلی خوب برای ما کرد، برای اینکه ما به یاد بیاریم ببینیم که کتاب مقدس چجوری به هم وصله، عهد عتیقش به عهد جدیدش وصله. در عهد عتیق یک سمبولی رو خداوند به موسی میده در رابطه با ماری که ابرو جان الان خوندش، که حتی اون موقع اونهایی که دیدن و شفا گرفتن نفهمیدن که چی بودش، و بعد میبینیم که اون موقع وقتی که اون داد معنیش این بودش که یک روز مسیح برای اون زهر کشنده مرگ که همه ما رو گزیده، ماها که الان دیگه شفا یافتیم ولی همه مردم رو گزیده شدن و رو به موت هستن، از لحاظ روحانی مردن و از لحاظ جسمانی هم خواهم مرد و از لحاظ اینکه مرگ ابدی خواهند داشت، مسیح اومد پادزه شد و شفا داد. مرسی بروزم برای اینکه یادآوری کردن روز ما. من دیروز جاد خالی توی سمیناری بودم، رفته بودم یه سمیناری برای ریتریت مردان بودش، حدود 25-6 نفر مردان بودن، اونجا رفته بودیم درسی خوندیم، تعلیمی گرفتیم و قبلش که با کشیشتستو صحبت کردن یه موعظه ای رو از اشعیا آماده کرده بودم، حقیقتش خودم آماده کرده بودم که بیام اینجا ارائه بدم به شما، بگم راجعون صحبت کنم. ولی دیروز که اونجا بودم و وقتی که دعا میکردم گفتم خدایا واقعا تو میخوای من همین رو صحبت کنم یا اینکه من دارم از سرم باز میکنم؟ بالاخره به موعظه میدونی هر کسی میتونه موعظه کنه، هر کسی میتونه بره تو اینترنت ریسرچ کنه یه موعظه پیدا کنه و بیاره راجعش صحبت کنه، ولی آیا اون موعظه از طرف خدا هست و خدا برای اون کلیسا میخواد یا نمیخوادش؟ میدونید؟ و برای همین دیروز وقتی تو اون جمع بودیم داشتیم میخوندیم، راجع به امثال میخوندیم، همه فصلهای امثال رو خوندیم و من دعا کردم. امثال 9 اتفاقا به من افتاد، خیلی جالب بود. فکر کردم که امثال 9 قبلا خدا میخواد که من راجع به امثال 9 صحبت کنم، خواهش کنم اینا رو بخونین، امثال رو حتما بخونین. ولی دعا کردم گفتم خدای واقعا تو میخوای من این رو آماده کنم، همین اشعیا رو ببرم برای موعظه فردا؟ هیچ جوابی نشیدم. برگشتم اومدم خونه و گفتم خب حتما همونه دیگه. ساعت 4 صبح بیدار شدم و داشتم موعظه رو دوباره مرور میکردم و همچون که موعظه رو مرور میکردم به یک آیه برخوردم تو کتاب مقدس که راجبش قبلا اینجا ما تعلیم دادیم، درس دادیم و بررسی کردیم راجب این که البته یه بارم با راجبش موعظه کردیم و به نوع دیگه یعنی میخوام راجبش صحبت کنیم. راجب قبلا راجب هویتمون در مسیح صحبت کردیم، این هم جوری به اون ربط داره و الان براتون آیه رو میگم که در چه رابطه ای هستش. اگر فایز جان زحمت بکشه اینی که گذاشته بود لودم راجب این که شما نمک و نور جهان هست. میدونید الان اگر دقت کرده باشیم ما در یک ایامی هستیم، ایامی که به نزدیک شدن به دنیا آمدن عیسی مسیح هستش. زادروز مسیح نیست، راجب به دنیا آمدن مسیح بود ولی قدم به این دنیا گذاشت، به این دنیا آمد، دنیایی که خودش خالقش هستش طبق کلیسیان. ما الان در این ایام هستیم و اصولاً توی البته یک چیزی هم به شما بگم، از لحاظ تاریخی هیچ تاریخ مشخصی ما نداریم که در 25 دسامبر عیسی مسیح به دنیا اومده. اتفاقاً از لحاظ تاریخی اگه تحقیق بکنی زیاد نمیخوره به زمانی که مسیح بوده، بیشتر میشه سپتامبر رو میشه بهش وصل کرد برای اینکه اون زمان عید خیمه ها هستش، درو هستش و میگن اون زمان بیشتر میخوره برای اینکه چوپانان اگر یادتون باشه بیرون گوسفندان رو نگهداری میکردن، هوا اونقدر هنوز سرد نبود که میتونستن بیرون گوسفندان رو نگهدارن و خودشون باشن. البته این هم درست نیست ولی من بیشتر با این راحتم تا با 25 سپتامبر. برای همین مسیحی‌ها تصمیم گرفتن که یک همچین روزی رو
مشخص کنن برای تولد خداوندشون، برای به دنیا آمدن خداوندشون، و جشن میگیرن، پایکوبی کنن، نه به خاطر اینکه این روز روز تولدشه، به خاطر اینکه اومد تا مردم جهان رو از فلاکت و بدبختی و مرگ ابدی نجات بده، به خاطر اینکه کارش به صلیب رو شادی کنن براش. تولدش با کاری که روی صلیب کرد کامل شد. برای همین ما یه همچین روزی رو جشن میگیریم. و اصولا کلیساها شروع میکنن این ماه آخر، اگه بدونید، 4 تا شمع روشن میکنن. از ماه آخر هر هفته یک شمع روشن میکنن برای امید، ایمان، نمیدونم الان توی ذهنم نیست که توضیح بدم. هر شمع برای یک موضوعی هست، برای یک هفته روشن میکنن. کلیساها شروع میکنن به دعا کردن، به شکر گذاری کردن. میان شکرگزاری های خودشون رو میبرن به حضور خدا، شکرگزاری میکنن برای سالی که گذشت، شکرگزاری میکنن برای برکاتی که یهوه بهشون داده، شکرگزاری میکنن برای اینکه چقدر سختی ها بود ولی خداوند قوت داد ازش عبور کردن، شکرگزاری میکنن برای اینکه فامیلشون، دوستشون، همسایهشون، کلیساشون، شبانشون، برای اینها شکرگزاری میکنن. شکرگزاری میکنن برای چیزهایی که خواستن، مصرانه خواستن و خدا نداد بهشون و الان متوجه میشن که چه خوب شد که نداد، ندارم اونا. اونم جای شکرگزاری داره، برای اینکه خداوند به خیریت ما میده. برای همین نداد، برای اینکه خیریت ما نبودش، چیزی بهتر از اون بوده. و همین کار رو ما در این کلیسا شاهد هستیم که شیش رسول عزیز این کار رو میکنه، صاحب پیش کرده این دعای شکرگزاری و دروس دعا رو شروع کردن و درس میدن و ما برکت میگیریم از این، یعنی دعا میکنیم و برکت میگیریم. من امروز تصمیم دارم یه مقداری کلیسا رو تشویق کنم برای این دعا. برای که ما بخوام تشویق بشیم که این دعا رو داشته باشیم، باید مثل موعظه قبلی بدونیم که هویتمون چی هست، چی داریم در خودمون و از چه وسایلی میتونیم استفاده بکنیم که این دعا رو داشته باشیم، از چه وسایلی میتونیم استفاده کنیم که این دعا رو داشته باشیم. اگر چه کسان اینجا کتاب مقدس هم راشون هست؟ اقلیت نه. چند نفر از ما سلفون داریم؟ ایشکی نداره مثل این که ایشکی نه اگه بانه سلفون شد. همه داریم سلفون دیگه؟ کلام خداوند میگه در یوشع، میگه این کلام از تو دور نشود، میگه به پیشانی و بازوان خود این رو ببند. البته اون موقع میگفت برای که یادش میگیرم، ولی الان لازم نیست ما به پیشونی و بازوانون ببندیم، برای که ما روح قدوس خدا رو داریم که کلام رو در ما حفظ کنیم. ولی ما هر جایی بریم، یعنی من خودم اگه از خونه بیام بیرون، سلفونم یا موبایلم جا بذارم، هر جا باشم دور میزنم میام، برای که همه کارم در روز بیرون بسته، دور میزنم میام ورش میدارم. شب بخوام بخوابم یه جایی میذارم که دم دستم باشه. ولی خداوند میگه از این مهمتر من هستم. هر جا میریم ما به عنوان مسیحی، حالا خب الان تکنولوژی پیشرفت کرده، ما روی این اپامون رو داریم، میتونیم همه جا استفاده کنیم، بخونیم، میتونیم با از طریق این هم بخونیم، اینم یک پوان هست برای ما. الان خداوند داره ما میگه هر جا میرید، هر جا که میرید، شما اداره میرید، محل کارتون میرید، مدرسه میرید، تو اتوبوس میرید، تو ماشینی، هر جا که میرید کلام من با شما باشد. خداوند داره این رو به ما میگه. ببینید، یا ما باید حرف خداوند رو گوش کنیم یا باید حرف دنیا رو گوش کنیم. دنیا ما میگه بابا چقدر که کلام میخونی، مگه تو همش مذهبی شدی؟ نه، کلام خداوند میگه که این از تو دور نشه، برای اینکه تو گم میشی، من از طریق این تو رو راه نمایی میکنم. در صورت یه واعظی میگفتش که
اگر کسی میاد کلیسا و کتاب مقدس همراهش نیست، حتما کتاب مقدس رو حفظه. بلکه باید کتاب کلام خدا رو همراه داشته باشی یا باید حفظش باشی. یا ما باید حفظ باشیم کلام خدا رو همراهمون نباشه، یا باید واقعا کلام خدا رو داشته باشیم. میخوام از متا فصل 5 آیه 3 تا 16 براتون بخونم. حتی بذاری قبل از اون یه سوالی کنم، آیا آماده شنیدن موعظه امروز هستید؟ آمین. خدا رو شکر. پس بیاید با هم یه دعای کوتاه بکنیم و خداوندمون رو بخوایم، هرچند که دعا شد برای ما، خداوندمون رو بخوایم که اون اشخاصی رو که تو زندگی ما وسیله‌ای شدن که ما مسیح رو بشناسیم، وسیله‌ای شدن که ما دستمون بره تو دست مسیح و نجات پیدا کنیم، اون اشخاص رو برکت بدیم، اون اشخاص رو امروز ببریم به حضور خداوند و برکت بدیم. و دعای دوممون این باشه که خداوند بذار که من امروز قلبم کاملا باز باشه، نه 45 درجه، 100% باز باشه تا کلام تو کاملا بره در دل من بشینه، جای بیفته و تو ازش استفاده بکنی. من نمیخوام دعا کنم برای شما، میخوام 30 ثانیه شما الان دعا بکنید برای اون شخصی که شما رو با مسیح آشنا کرد و برای اینکه کلام رو بشن. در نام عیسی مسیح دعا کردیم و با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین. در کتاب متا فصل 5 آیه 13 الی 16 میگه که شما میخواد یه نفر برامون این رو بخونه، یه نفر که صداش رسا و خوب هستش این رو برامون بخونه. مرشد جان کتاب مقدس داریم پشت؟ آره، میشه زحمت بکشی چون که میکروفون داری از همونجا بخونی برامون؟ کجا فهمیدی؟ کتاب متا فصل 5 آیه 13 تا 16 رو میخوام بخونم. کتاب متا فصل 5 آیه 13 تا 16. شما نمک جهانید، اما اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد چگونه میتوان آن را باز نمکین ساخت؟ دیگر به کاری نمی آید جز آن که بیرون ریخته شود و پایمال مردم گردد. بفرمایید تا 16. شما نور جهانید، شهری را که بر فراز کوهی بنا شده نتوان پنهان کرد. هیچ کس چراغ را نمی افروزد تا آن را زیر کاسه‌ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می گذارد تا نورش بر همه آنان که در خانه اند بتابد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینید و پدر شما را که در آسمان است بستایید. و پدر شما را که در آسمان است تمجید کند بستاید. خب قوم خدا در هر شرایطی و وضعیتی نمک و نور خدا بر روی زمین هستن. همونطوری که توی هر آشپزخونه ای نمک باید باشه، چون که اگه نمک نباشه غذا مزه نداره و نمیشه آشپزی کرد، حقیقتا نمیشه آشپزی کرد و غذای خوبی رو درست کردش. اگر ایمانداران در دنیا نباشن، در جهان نباشن، در کشورها نباشن، در قومها نباشن، در خانواده ها نباشن، در میان دوستان نباشن، اونجا هیچ مزه و طعمی وجود نداره. شاید فکر کنید خودخواهانه است، ولی یک حقیقتیه.
مشکلی که امروزه در بسیاری از کلیساها و حتی جوامع وجود داره اینه که مسیحیای بسیاری هستن که مزه و طعم خودشون رو از دست دادن. مسیحیایی هستن که نه تنها نمک ندارن، بلکه حتی فلفل هم نیستن که حداقل یه ذره متحرک باشن، تحریک کننده باشن، انگیزه ای به وجود بیارن. خیلی از کلیساها و خیلی از جوامع مسیحی به این شکل است. ما چقدر جوامع مسیحی داریم که میدونیم آه این کشور مسیحیه، این کشور اسلامی، این کشور هندو، این کشور فلانه، فقط این کشوره، ولی هیچی از توش در نمیاد، هیچ مزه‌ای از توش نیست، هیچ طعمی از توش نیست، هیچ بویی از مسیح نیست، هیچ رنگی از مسیح نیستش. بس حقیقت اینه که این روزا مسیحی‌ها مثل نمک و فلفل، مسیحی‌ها که مثل نمک و فلفل باشن، مزه داشته باشن و تحریک کننده باشن، خیلی درصدشون کم هستش. نمک برای سوخت و ساز خوراک بدن، جابجایی پیام‌های عصبی و کارکرد درست مایچه هاست. و یکی دیگر از خواص نمک اینه که پاک کننده است، پاک میکنه. خاصیت بعدیش اینه که محفوظ کننده است، نگه دارنده است. خب نمک مانع از تجزیه شدن مواد میشه. همونطور که میدونید تو قدیم اکثرا مواد غذایی رو با نمک آغشته به نمک میکردن برای که به مدت طولانی بتونن نگهش دارن. چرا؟ چون که نمک باعث میشد که این ماده، این مواد غذایی، گوشت یا هر چیز دیگه ای تجزیه نشه، جدا نشه. چرا؟ وقتی که تجزیه میشه، جدا میشه، بلافاصله میگنده. برای همین خداوند تو کتاب مقدس میگه چی؟ میگه شما چیکاره این؟ نمکی. یعنی چیکار میکنید؟ نمیذارید تجزیه بشه دنیا، کاری که شیطان میخواد تو دنیا بکنه. شیطان میخواد دنیا رو جدا از کجا شروع کرد این کار رو؟ از آدم و حوا شروع کرد جدایی رو بکنه. خب اگر کتاب مقدس رو درست خونده باشیم و فهمیده باشیم، متوجه میشیم که کار شریر از ابتدای کارش کار جدایی انداختن بود، تفرقه انداختن بود، جدا کردن بود. شما همینطور این شکارا رو دیدین؟ این حیوانای وحشی وقتی که میخوان شکار کنن، چند تاشون میرن گله رو پخش میکنن، بعد یکی دو تاشون میرن اونی که ضعیف‌تره رو میگیرنش. از اول مشغول این کار بود که انسان‌ها رو تجزیه کنه، اصلا دیگه جدا کنه. کار شیطان این بود تا چی بشه؟ وقتی که جدا شد میتونه به فساد بکشوندن، چون فساد اخلاقی به وجود بیاره، خیلی چیزهای دیگه که شما بهتر از من میدونید. نمک همینطور خیلی شوره و میتونه مقدار خیلی کم نمک یک تأثیر زیادی روی یک مواد زیادی بذاره. خب چون یک قابلمه به بزرگی سوپ درست کنی، آش درست کنی، اگه یه قاشق اضافه تر نمک بریزی توش دیگه نمیتونی بخوریش، پر از نمک میشه. ما چی کاریم تو دنیا؟ ما اگه در اقلیت هستیم میتونیم تاثیرگذار باشیم در اکثریت. آمین. ما نمک جهانی دیگه. اگه ما یه نفریم، اگر ما یک نفریم در یک جمع ده نفری، 20 نفری، ما این که باید بر اون جمع 20 نفری، 30 نفری مزه مسیح رو بدیم و مسیح رو بشارت بدیم. ما این که باید بر روی اونها تأثیر بذاریم. نه این که یک جامعه کلیسایی مسیحی میری توش معذرت میخوام، ببینی که همه نوع مسائل دنیایی که نمیخوام الان اسم ببرم توش رخنه کرده، توش هست. یه عده کوچیکی اومدن توش و کلیسا رو همه رو پخش کرد.
از رابطه های نامشروع گرفته، از دروغ گرفته، از کلاهبرداری گرفته، از فسادهای مختلف گرفته. تو این کلیسا رخنه کردم از امریکا و پخش کردم. در صورت که ما نمکی، ما باید به اونها اثر بذاریم، نه اونها به ما. بهتره که این سوال رو بپرسیم: آیا من مزه جهان خودم رو عوض کردم، فرق گذاشتم یا نگذاشتم؟ میتونین این سوال رو الان از خودتون بپرسیم، توی از تو ذهن خودتون این سوال رو بپرسیم: آیا من تو محیط کارم مزه اون محیط کارم رو عوض کردم؟ آیا در آپارتمانی که زندگی میکنم مزه اون آپارتمان رو عوض کردم؟ آیا ما بین کلاسی که رفتم مزهش رو عوض کردم؟ محل دوست با دوستانم وقتی میرم اسپورت میرم ورزش میرم عوض کردم؟ حتی بذارید من برم بالاتر: آیا من به عنوان یک مسیحی در کلیسا مزه مسیح رو به کلیسا چشوندم؟ به کلیسایی که در مکاشفه میگه نه سردی نه گرمی، آیا من چشوندم؟ این سوال رو میتونید از خودمون الان، همین الان بپرسیم. میکنم در اینجا بریم فراموشمون بشه، الان از خودمون بپرسیم و بهش جواب بدیم. بعضی وقتا فکر میکنیم که اوکی، ببینید کلام خدا میگه اگر به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خودت، به عنوان کسی که از آسمان آمد روی زمین، روی صلیب رفت، جانش رو روی صلیب برات فدا کرد، مرد، درون قبر گذاشته شد و بعد از 3 روز از مردگان قیام کرد و امروز زنده است در دست راست خداست، میگه اگر به این ایمان داری و اعتراف کردی، شما ایماندار به مسیح هستی، نجات یافته هستی، روح القدس رو گرفتی، تعمید روح القدس رو باید بگیری تا پر بشی، اون یه مسئله جداست، ولی شما نجات یافتی و جزء خانواده الهی هستی. یعنی چی؟ یعنی اینکه کلامی که الان خوندیم، شما نمک خدا رو داری در خودت، شما نور خدا رو داری که الان توضیح میدیم راجع بهش، داری این رو در خودت. خب ولی یه وقتایی از این نمک ما استفاده نمی کنیم. چجوری استفاده نمی کنیم؟ گر خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باشی. برای که ما میخوایم شبیه جماعت باشیم، یه چیزی به ما نگه. سوال اینجاست: من برخلاف مسیر آب شنا می کنم، من برخلاف عقیده و حکومت دنیایی زندگی می کنم، میدونی؟ چون که مسیح برخلاف دنیا، همه دنیا به سمت مسیح می اومدن و مسیح از میان این را می گذشت و می گفت ای مردگانی که کلام خدا میگه در یادم نیست، میگه ای مردگانی که در خواب مرگ خفته اید، بیدار شید. و باید این سوال رو از خودمون بکنیم. در لوقا فصل 14 آیه 35 و 34 میگه 34 و 35 میگه نمک که مزه خودش رو از دست بدهد از کود هم بی‌ارزش‌تر است. مسیحی که روح القدس خدا رو در خودش نداره، هیچ مزه روحانی هم نداره و مثل نمکیه که خاصیت خودش رو از دست داده. حالا منظورم چیه؟ همین الان به شما گفتم که شما وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردی، روح القدس رو دارید. بله، وقتی ایمان آوردی، فکر، دل و جانت رو سپردی، نه اینکه با فکرت که مسیح شخصیت خیلی خوبی داشت، من قبول دارم کتاب مقدس خیلی کتاب بهتری نوشته شده از کتاب‌های دیگه و مسیح خیلی شخصیت خوب کمک که هیچ وقت نجنگید، من ایمان دارم آقا، بعضی هم میگم من حضرت مسیح. اوکی، نه، قلبت، با فکرت میتونی بگی، ولی مهم اینه که قلبت و جانت و فکرت، این 3 باید با هم مچ بشن تا تو بگی من یکی ایمان دار هستم. در غیر این صورت نگو، برای اینکه اون وقت میافتی توی سختی ها، میگی مسیح چرا من رو کمک نمی کنی؟ چرا من ایمان رو از ما که ایمان آوردم چی نشد؟ بدتر شد. بلکه ایمانه تو نیست.
یک ایماندار وقتی در سختی ها قرار میگیره ایمانشه که محرکشه. وقتی که شما سه تا رو با هم نداری ایمان نیست درت. شما فقط فکر میکنی که مسیحی هستی. بس مسیحی که روح خدا درش نداره، طبق کلام خدا در رومیان فصل 10 آیه 9 تا 10 برید بخونید، میگه وقتی شما ایمان میارید با قلب و با دهان اعتراف میکنید روح خدا رو دریافت میکنید و تولد تازه میده. وقتی کسی که روح خدا رو نداره مزه روحانی هم نداره. این در رابطه با نمک شد. میخواید نمک جهان باشید؟ آمین. هستید. آمین. میخواید بدونید چجوری هستید؟ استفاده کنید از این نمک. مطلب دیگه که اینجا خونیم چی بود؟ نور. شما نور و نمک جهان هستید. نور و نمک جهان هست. یه دونه عکس خیلی قشنگ پیدا کردم، مثلا بذارم برم دیگه وقت نشد. یه مسیحی بودش، رفته بود تو دنیا بشارت بده، بعد یه نمک رو گرفته بود تو دستش، اینجوری طرف داشت نگاه میکرد که این چی، این فوت کرده بود تو چشش، نمک رفته بود تو چشش، بعد نور رو اینجوری انداخته بود تو چشش. چه عجب. البته ما اونجوری نیستیم. ایماندار واقعی همونطوری هم که نمک داره نور هم داره. این نور چیه؟ از کجا میاد این نور؟ کسی که دارای نور روحانی هست، شما یه نور، این نور فرقی نمی کنه کجا شما گذاشتیش. البته ما راجبه این نور صحبت نمی کنیم، ولی میتونیم این رو به عنوان مثال استفاده کنیم. ما در اون توضیح میدم این نور منظورش چیه اینجا. شما وقتی نور داری، اگر این نور رو تو کاخ سفید داری یا در فقیرترین جای دنیا داری، هر دوش یه خاصیت داره. چیکار میکنه؟ روشنایی میده. خب اگه میگه ما ایمانداران هستیم، چه فرقی میکنه کجاییم؟ باید نور بتابونیم، نور بدیم به دیگران. حالا میگم ما که چراغ قوه نیستیم، شب بیان در خونه ما رو بزنم میگم بیا بریم ماشینم خراب شد، شما نور رو بنداز من ماشینم درست کنم، این نیست. من وقت توضیح میدم برای چه نوری رو داره اینجا صحبت میکنه. تو بعد هم نیستش که بعضی وقت هم بره ماشین دیگران هم درست کنم. یه ایماندار به خودی خودش هیچ نوری نداره. یه ایماندار نور داره وقتی که کلام خدا رو در خودش داره. کلام خدا رو وقتی که در شما داریم، در خودمون داریم، ما نور رو داریم. کلام خدا چیه؟ کلام حقیقت زنده است. کلام حقیقت زنده است. محبت. کلام خدا کتاب مقدس خداست که مکتوبه و کلام خدا عیسی مسیح کلام زنده است. آمین. کلام خدا عیسی مسیح زنده است که مکتوب شده در اینجا. آمین. یک ایماندار که به عیسی مسیح ایمان آورده با فیک جان دل، مسیح رو در خودش داره. آمین. نور رو در خودش داره. مسیح گفت من کیم؟ در یوحنا نور جهان. من نور جهان هستم. حالا این نور جهان کجاست؟ در ماست. در قلب. میگه وقتی که شما به من ایمان میارین، من در شما ساکن و شما در من زندگی میکنید. خب؟ از مسیح وقتی درون من هست، نور جهان در درون من هست. چرا میگه نور جهان؟ چرا میگه نور جهان؟ برای که دنیا در تاریکی مطلق فرو رفته بود، دنیا در جهالت مطلق فرو رفته بود، دنیا خاموشی شد برای که شیطان تسلط رو از انسان گرفت و این رابطه مستقیم خدا با آدم و حوا
دیسکانک شد، قطع شد. آقا سیم برق قطع شد و نور رفت. حالا دیگه نور نیست، همه در تاریکی کوران کوران میرن، میخورن به در، دیوار گنگ نکنیم، شاید این مسیر درسته، این درست میگه، اون درست میگه، این کار درسته، اون کار درسته، و همه چی میگه کلاف سردرگم شد. مسیح میاد دورشون میتابونه، میگه صبر کنید، نور جهان من هستم، نوری که میتابه مثل، ببخشید، چی بهش میگن؟ بالای دریا میذارن فانوس دریایی که شما مسیرتو پیدا بکنی بری به سمت اون. خب یه دونه دیگه تصویر داریم، یکی دیگه اولی، مرسی. این وری رو میبینی؟ چند تا لام خاموشه؟ یه دونش روشنه، درسته؟ مردم کجا میرن؟ به سمت خاموشی میرن؟ مردم نور رو دوست دارن، دنبال نور میگردن، ولی ما باید نور رو بهشون بشناسیم. ما باید نور رو به اونها بشناسیم. نور بودن به این معنیه که کلام خدا به ذهن خاموش بشر نسبت به خدا آگاهی و فهم و از تاریکی به روشنایی شناخت خدا انتقال شده. متوجه جمله شدی؟ نور بودن به این معنیه که کلام خدا به ذهن خاموش بشر نسبت به خدا، ذهن بشر نسبت به خدا خاموشه، برای همینی که برای خودش خدایان میسازه. گفتن این درسته، اون درسته، الله درسته، این درسته، اون درسته. من الله مثال میزنم برای اینکه همچون که کشیش رسول گفت بوته، و ما فکر میکردیم که خداست. خب میگه نور، کلام خدا نور رو میاره، میگه نه همه اینا اشتباس تو ذهن اون، میگه اشتباس. چون کسی که ایمان میاره اول از اینجا ایمان میاره، اول از اینجا باید بفهمه، انتقالش بده به اینجا، اینجا رو تسلیم بکنه و بذاره که روح القدس بیاد درمش. اگه کسی از اینجا شروع کنه بره اینجا، یک ایماندار احساساتیه که بعد از یه مدت ترک میکنه کلیسا رو میره. باید بفهمی به چی و به کی و برای چی داری ایمان میاد. همه اینا با هم کار میکنم، ولی به این صورت کرد مسیح از بالا اومد. خب میاد روشنایی میده تا خدای حقیقی رو بشناسن. خاصیت نور به هر شکل ممکن و در هر شرایطی به دنیای تاریک نور میده. شما اگه یه نور کوچیک داشته باشی نمیتونی خاموشش کنی، نمیتونی تمام این اتاق خاموش کنی، شما تاریکش کنید، تمام درزها رو ببندید، یه دونه نور کوچیک روشن کنید تا بر تاریکی غلبه میکنه. آمین. اینکه مشخص میشه اون نور اونجاست. تمام این تاریکی نمیتونه اون نور رو خفه کنه. اگر شما نور جهان هستین، کسی تو جهان نمیتونه شما رو خفه کنه. آمین. اگه نور جهان در شما هست، شما دنیای اطراف خودتون رو نور میدید، یا حداقل اون فانوس دریایی که به کتاب مقدس ربطش بدید، به کلام خدا ربطش بدید. تو دست این؟ البته میخوام اینجا به این نکته اشاره کنم، از اینجا که کلام خدا داره به ما این امتیاز رو میده، میگه شما نور جهان هستید، شما نمک جهان هستید، نمک یا نور جهان هستید، نمیخواد از ما یک سری انسان‌های مغرور و خودخواه به وجود بیاره که ما فکر کنیم که ما خیلی آگاهیم، ما خیلی از دیگران بیشتر میدونیم، حقارت بیاریم برای دیگران، با چشم حقارت به دیگران نگاه کنیم. اونجوری که در کتاب مقدس فریسیان، صدوقیان، کاتبین بودن اینطوری، برای که آگاهیشون زیاد بود، از کلام خدا خیلی میدونستن. حتی مسیح میگفت شما همه دهه که شبلتون هم میدید، همه چیزتون هم میدونید. با اون شخص گفت چی؟ گفت تو برو ده فرمانتو اجرا کن، گفت همه رو انجام دارم. گفت پس یه دونه دیگه اش کنه، اونم برو انجام بده.
یتونت؟ یعنی این نشون میداد که اون آگاه بود به در کارهایی که باید انجام میداد و این براش غرور آورده بود. و خدا نمیخواد که ما اینجا غرور به ما بیاد. منظور اینه که کلام خدا برای دیگران ما بریم بگیم تا نورش ریخته بشه. با چی؟ با فروتنی، با افتادگی، همونطور که مسیح برای ما فروتن شد. یه او که در با خدا برابر بود، اولویت خودش رو کار کرد، رها کرد، هم شکل ما شد تا ما رو نجات بده. میخواد که ما نور بشیم ولی با فروتنی، میخواد که ما نمک باشیم ولی با فروتنی. این رو میخواد خدا. یکی از روش‌های نور جهان و نمک جهان بودن اینه که با افراد به سادگی درباره عیسی مسیح صحبت کنید. و اگر احساس میکنید که این کار براتون دشواره و نمیتونید این کار رو بکنید، ساده ترینش این راهه. سخت براتون بریم به مردم بگیم من مسیحی هستم، مسیح شما رو نجات میده، بیاید فکرتو، جونتو، مالتو، زندگیتو بسپار به عیسی مسیح و بهش اعتماد کن. سخت براتون؟ اینو بهش بده. اینو بهش بده. دعوتش کن توی تیک کاغذ، اگه امکان این رو نداری تو دستت نیست، همون دقیقه یه تیک روزنامه رو سپاره کن، بنویس pwoc.church، بده دستش، گو لطفا این وبسایت رو شما چک کنید، براتون خوبه. اون وقت میشه نور جهان، اون وقت میشه نمک جهان. میره چک میکنه، یو جای بدی نیست، برم یه سری بزنم ببینم چه خبره. میاد اینجا، کلام خدا رو میشنوه، با شماها دوست میشه، آشنا میشه و اون دلشکستگیش، اون نیازهای روحانیش، جسمانیش اینجا شفا پیدا میکنه و قلبش رو به مسیح میسپاره و نور وارد در دل اون میشه. از تاریکی به نور جهان. اگه براتون سخته، فقط حتما این نیستش که برید بشارت بدید، حتما این نیستش که برید در خونش رو بزنید، حتما این نیستش که برید نمیدونم به زور بگیریدش بگید باید مسیحی بشید. فقط اگر براتون سخته، دعوتش کنید به کلیسا، بذارید خادمین، بذارید اونایی که عطایا دارن مثل خواهرمون سمی جان، بذارید اینها باشون برخورد کنن تا کلام خدا رو بهشون. بیایید با هم یه نگاهی به آیه 15 بندازیم. میگه چی؟ چراغ را روشن نمی کنن تا آن را زیر کاسه بگذارن، بلکه روی چراغدان تا کسی که در خانه هستن، تا کسانی که در خانه هستن از نورش استفاده کنن. چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند. ترجمه قدیمی. چه رابطه داره با یک ایماندار؟ ندارم جایزه. وقتی که باید درباره نجات از طریق عیسی مسیح با دیگران صحبت کنیم ولی ساکت میمونیم، گفتم شما که ایمان آوردین نور و نمک جهان هستید. وقتی که در رابطه با مسیح باید صحبت کنید ساکت میمونید، شما روش سرپوش گذاشتید. وقتی که برای منفعت شخصیتون، همونطور که گفتم، هم رنگ جماعت میشید یا میشین، ببخشید شما رو نمیخوام مثال دارم، خودم همه، ما نور خودمون رو زیر کاسه گذاشتیم، پنهان کردیم. وقتی که نور رو انکار میکنیم، نور که بود؟ عیسی مسیح رو وقتی که انکار میکنیم، ما نور خودمون رو پنهان کردیم. همون کاری که پتروس کرد، گفت ولم کنیم، من اصلا اینو نمیشناسم. سه بارم این کاری که مگه نکرد.
وقتی که اجازه میدیم که گناه در فکر ما رشد کنه و در وجود ما رخنه کنه و به فعل در بیاد، ما نور خودمون رو پنهان میکنیم. وقتی که درباره تأثیر بودن نور کلام در ما با دیگران صحبت نمی کنیم، یعنی منظورم این که همون شهادت هامون، یعنی همون اتفاقاتی که برای ما افتاده و خدا ما رو از اون مسیر آورده بیرون، آقا بذار من الان بهتون شهادت بدم، ما برای همسایه پایینمون از برزیل اومد بچه‌هاش رو بینه 74 سال، همون روز که رسید افتاد، بردنش بیمارستان توی اتاق CCU گفتن تمومه، مرده دیگه، میگه چی به مغزش از کار افتاده، سکته مغزیه و هیچ امیدی نیست. اینا ناامید، ما شروع کردیم گفتیم نه، ما دعا میکنیم و این وامیسته، ما دعا میکنیم و این وامیسته، هر روز شنیدیم گفتن بدتر شده، هر روز شنیدیم گفتن بدتر شده. پری روز توی مدرسه ای الایجا هستش، گفتش که چشاشو باز کرد. وقتی که ما شهادت هامون رو نمیدیم که چقدر من در احتیاج بودم و مسیح من رو دستگیری کرد، نورمون رو پنهان میکنیم، یعنی مسیح رو قایمش میکنیم، پنهان میکنیم. وقتی احتیاجات دیگران رو نادیده میگیریم، به این معنیه که تمام بشر محتاج هم، درسته؟ وقتی احتیاجات دیگران رو ما نادیده میگیریم، احتیاج تمام بشر چیه؟ نجاته، مسیحه، عیسی مسیحه. پول نیست، بمب اتمی نیست، قدرت نیست، عیسی مسیحه. میدونید چرا تو ایران این ظلمت اومده، این تاریکی اومده؟ برای که عیسی مسیح رو گذاشتن کنار و شیطان رو خوردن گذاشتن اونجا، نه که مسیح بود قبلش و نخواستن، از قبلش نخواستن و این اتفاق افتاد. میدونید وقتی که نیاز مردم دنیا رو ما دنبالش رو نمیگیریم که نجات از طریق عیسی مسیح هست، این پوشاندن نور خدا در خودمون هست، میپوشونش. خب کلام خدا میگه جلوی نور خودتون رو به دیگران نگیرید. یه گروهی هستن به آزادی طلبان سازشکار مسیحی هستن که فکر میکنن طریقی که عیسی مسیح داره این موعظه رو میکنه روی موعظه سر کوه، داره یک موعظه‌ای میکنه که بیشتر فردگراست، انسانگراست. خب اما موعظه یعنی این که چی؟ یعنی این که انسان داره خودشو بلند میکنه، درسته؟ در صورتی که اینجا خداوند داره موعظه‌ای رو میکنه که میگه اگه شما بخوایی وارد ملکوت من بشید، این شخص این قوانین رو داره و شما به این احترام بذارید. داره خدا رو جلال میده. خب هیچ هدفی توی این موعظه بالای سر کو برای اینکه ما رو بگه اشرف مخلوقات هستیم نیست، هیچ هدفی برای این نیستش. هدفش فقط اینه که خدا رو کجا قرار بده؟ در محور فکر، دل و جان شما قرار بده، ما قرار بده، مردم قرار بده، و برای همین او باید نور ما در محور باشه و او باید همیشه بتابه. خب؟ آیه 16 میگه پس نور خود را پنهان نسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد. اینا از این آیه استفاده میکنن، میگن اینجا انسان رو داره میگه، میگه نور داره، انسان باید بتابه، میگه تا کارهای نیک شما را دیده پدر آسمانی جان رو تمجید کنن. شما نور و نمک جان هستید، برای چی؟ برای که مردم پدر آسمانی رو تمجید کنن. فقط همین. امکان داره یکی بشارت بده ایمان نیاره، امکان داره قبول نکنه. نگران نشید، ترسان نشید، شکست دل نشید. شما خدا رو، یهوه رو، مسیح و روح القدس رو جلال دارید.
اول پتروس فصل 2 آیه 12 میگه بلکه چنان در میان مردم خدا ناشناسان با راستی و درستی زندگی کنید که اگرچه در حال حاضر شما را متهم به بدکاری میکنن، با دیدن اعمال نیک شما خدا را در روز بازپسین تمجید گویند. بذارید یه چند تا آیه بخونم برای که وقتمون کمه، با آیات یه مقداری بیشتر متوجه این منظور این موعظه امروز بشیم. توی افسوسیان فصل 5 آیه 8 میگه شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون با اتحاد خود با خداوند در نور هستید، پس مانند فرزندان نور زندگی کنید، زیرا هر کجا نور باشد همه نوع خوبی و نیکویی و حقیقت نیز به وجود می آید. بکوشید تا آنچه خداوند را خوشنود می سازد دریابید. در انجام کارهای بیهوده ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آنها را در برابر نور برملا سازید. تمام زشتی ها تو تاریکی انجام شد، درسته؟ شما این کلاب های من همه را مثال نزدم، کلاب هایی که دیدید خیلی بعضش خرابه، میرید نه هم دیگر رو نمی بینید، اینقدر تاریکه، ولی وقتی که بعدا فردا صبحش میشه روشنایی میشه، ببینید چه کثافتکاری ها و چه جنایت هایی اونجا شده، تو تاریکیه، اگه نور باشه نمی کنن، میدونید؟ در انجام کارهای بیهوده ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آنها رو در برابر نور برملا سازید، حتی ذکر کارهایی که آنها در پنهانی انجام میشوند مایه رسوایی است، اما هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد کاملا روشن میشود و هرچه کاملا روشن شود مانند نور آشکار است. به آن سبب است که میگوید ای که در خوابی بیدار شو، از مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید. آیه دیگه که براتون میخونم میگه من فقط برای این شاگردان دعا نمی کنم، تو انجیل یوحنا فصل 17 میگه، آیه 20 میگه من فقط برای این شاگردان دعا نمی کنم، برای ایمانداران آینده نیست دعا میکنم. چی اینا میگه؟ عیسی مسیح داره دعا میکنه به حضور خدای پدر برای ایمانداران، برای شاگردان 12 شاگرد، ولی میگه نه فقط برای اینا دارم دعا میکنم، برای تا انقضای عالم اونایی که به من ایمان میارن. امروز اینجا که شما نشستی، اگه به عیسی مسیح ایمان آوردی، عیسی مسیح برای شما دعا کرده و دعا میکنه و شما رو پیش خداوند یهوه بلند. آمین. من فقط برای این شاگردان دعا نمیکنم، برای ایمانداران آینده نیز دعا میکنم که به وسیله شهادت ایشان به من ایمان خواهند آورد. به وسیله شهادت اون 12 نفر ماها همه از اونجا شروع شدیم به ایمان آوردیم. خب برای تک تک ایشان دعا میکنم تا همه با هم یک دل و یک رأی باشن. یه بار دیگه نمیخونم، میگه دعا میکنم که چی بشه؟ میگه دعا میکنم که همه با هم یک دل و یک رأی باشند. آیا کلیسای ما یک دل و یک رأی هست؟ آمین. اگه مشکل دارید، اگر سوالی دارید، اگر سیستم مدیریت کلیسا به دلتون نمیشینه، تو دلتون مخفیش نکنید، بیاید پیش کشیش رسول بگید من این سیستم رو نمیفهمم، یا این سیستم برای من خوب نیست، یا اینطوریه، تا بذارید یک دل بشید با کلیسا. آمین. اون وقت این کلیسا بلند میشه، رشد میکنه. در غیر این صورت این کلیسا وقتی را میرید میخورید ایزن، برای اینکه یکی زیر پا میدازه، زیر پا تو من زیر پا میدازم، اون زیر پا میدازه، برای اینکه با من همراه نیست، یکی در نیست. به سادگی بیای و بگید، و اگر واقعا اصولی که شما میگید اصول کتاب مقدسی باشه و درست باشه، مطمئنم خداوند با دل کشی رسول صحبت میکنه و اون رو انجام میده. و اگر واقعا اون نیست، شما رو با کلام خدا متقاعد میکنه که این سیستم رو خدا گذاشته و این خود سیستم داره در رابطه با خدا به این شکل میره جلو. اون وقت شما میتونید تصمیم بگیرید بمونید یا برید با یک سیستم دیگه‌ای که با اون افکار شما میره، ولی باید یک دل باشید. هر جا میرید یک دل باشید.
عیسی مسیح گفت چی؟ گفت هیچ خانه‌ای بر نمی‌ریزه، از بین نمیره تا زمانی که خودشون با خودشون اختلاف داشته باشن. خواهش میکنم به عنوان یک برادر کوچیک شما، خواهش میکنم اگر سیستم اینجا، شخصی تو اینجا شما باهاش مشکل دارید، سیستم اینجا مشکل دارید، مستقیما بیاید مرد و مردونه ببخشید عنوان کنید و حل بشه، درست بشه، تا ما در یک دلی یک رنگی بریم جلو. برای که ما 2018 خسته شدیم و پوسیدیم، برای که همش جنگیدیم، ولی 2019 نمیخوایم بجنگیم، میخوایم بریم جلو، میخوایم کلامو پخش کنیم، میخوایم بسیار کنیم، میخوایم مردم ایران رو بیشتر از اون چیزی که 2018 شنیدن بشنون، از مسیح بشنون، و میخوایم دیوار ارائه‌هایی که در ایران بود سال هفتمشه بریزیمش، تو سال 2019 بریزیم. و اگر یک دل نباشیم نمیتونیم. میدونید وقتی که یوشع میخواست دیوار ارائه برسه، خداوند گفت هفت بار برید و نام یهوه رو بیارید و تبلاتون رو صدا بزنید. خب بار هفتم گفت بکوبید، وقتی کوبیدن ریخ. خب اگر همشون با من صدا نبودن، یکیشون میگه بکوبید دیوار که هیچی، مگس هم از اون دیوار پرواز نمیکرد. وقتی یک صدا شدن، یک دل شدن، خداوند گفت با این صدا من این دیوار رو میریزم. برای همین خواهش میکنم که این مسائل 2018 رو هر کی هر چی تو دلش داره بنویسه، حتی اول روی کاغذ بنویسه بده و بذارید حل بشه و یک دل و یک رنگ شیم طبق کلام خدا. تا اون وقت یکی یکی ما نورامون وقتی که یک میشه یک رفتن نور کلیسا به تو به جای دیگه. این بذارید آیه رو تموم کنم. برای تک تک ایشان دعا میکنم که یک دل و یک رنگ باشن، همونطوری که ای پدر من و تو با هم یکی هستیم، تا همچنان که تو در منی و من در تو، ایشان نیز با ما یک باشن، تا از این را چی بشه؟ مردم جهان ایمان آورن که تو من فرستادی. این عزیزان، این آخرین موعظه سال 2018 من، و میخوام دو تا کار بکنم در این آخر. اولی که یه خلاصه ای از مفاهیم تمام تعالیم و موعظه‌ای که در امسال داشتم رو به شما بدم، و دوم از این تاریخ که اینها رو به شما میدم شما رو تشویق کنم که اون نوری که درتون هست و اون نمکی که درتون هست رو بذارید اثرگذار باشه بر این کشور. من حتی میگم برای فامیل و دوست و همسایتون، بر این کشور. میدونید من دیروز جمعی که بودم همه شما آمریکایی بودن، ولی من اونجا با افتخار من در کلیسای فارسی زبان هستم، این کلیسای ماست، این خدمات ماست. همهشون اینجوری مونده بودن، این خدمات هم باهاشون صحبت کردم، گفتم بله ما برنامه تلویزیون داریم، برنامه رادیو داریم، برنامه آمریکایی که همهشون پستر بودن، همهشون نویسنده کتاب بودن، همهشون فکر کردن که خیلی فعال هستن، ولی میدیدن نه، ممالک دیگه هم بیشتر از ما دارن فعالیت میکنن. میدیدن پس اینها هم میتونن نور مسیح رو بتابونن. در صورت یه خلاصی از این بهتون میدم، به خاطر که وقت کمه امکان داره سریع این رو براتون بخونم. اول یادتون نره درسایی که ما خوندیم این تشویق‌ها رو به ما داده. اول اینکه خدا هیچ وقت در انتخاب خودش اشتباه نکرده و نمی‌کنه، همونطور که در انتخاب مریم و یوسف اشتباه نکرد. میدونید که عیسی مسیح از مریم باکره به دنیا آمد و یوسف انتخاب شد که همسر مریم باشه. میتونست یه یهودی دیگه باشه که بلافاصله مریم رو سنگساب کنه، ولی وقتی که خدا بهش گفت این فرزندی که در رحم او هست از روح القدس هست، گفت لبیک خداوند، تسلیم تو هم و نگهداریش هم میکنم.
خداوند در انتخابش همونطور که مریم رو انتخاب کرد از ما بین صدها باکره ایماندار به خدا مریم رو انتخاب کرد و یوسف رو انتخاب کرد. میگه چرا؟ چرا قوم بنی اسرائیل رو خدا انتخاب کرده؟ برای که خدا خواسته اون رو انتخاب کنه، میتونست ایرانی رو انتخاب کنه. خدا به قوم بنی اسرائیل رو باهم محروم نشید، از این سنگهای بیابان برای خودم قوم میسازم. خدا قوم بنی اسرائیل رو انتخاب کرده، من نمیدونم چرا. میگه شما بدترین بودین ولی من شما رو انتخاب کردم. خب ما باید احترام بذاریم به انتخاب خدا. میدونین تو فامیل شما هزار نفر آدم هست، چرا شما رو انتخاب کرده خدا؟ چرا این سوال رو نمی کنیم ما؟ خب خدا تو انتخاباتش اشتباه نمی کنه عزیزان. شما انتخاب شده خدا هستی و مطمئن باشی که درست انتخابتون کرد. مطمئن باشی، شک نه، شیطان شک نه اندازه توی شما. تمام افکار پریشان و نگران خودتون رو با فکرهای خدا جایگزین کنید. مثل کی؟ مثل یوسف. در ته قره زندان افکارش پریشان بود. من اومدم، برادران منو میخواستم بکشه، حالا افتادم زندان، الان اینا منو میخوام بکشن، چی میشه چی نه؟ نه، جایگزین کرد. وقتی که به اون شخص خوابش رو تعبیر کرد، ساقی گفت وقتی که میره اونجا منو به یاد بیار، چون میدونم اگه تو منو یاد بیاری خدا منو دستگیری میکنه میام بیرون. افکار پریشانتون رو با فکرهای خدا عوض کنید. فکرهای خدا اینجاست، فکرهای خدا اینجاست. میگه من برای شما فکرهایی دارم که شما اصلا راجبش فکر نمیتونید بکنید. جایگزین کنید. ما این درس ها رو خوندیم تو این سالی که گذشت. تمام گفتهای خدا با وعده همراست. در سختی های زندگی وعده خدا به ما اینه که هرگز ما رو رها نمی‌کنه. عیسی مسیح گفت چی؟ تو متا فصل 28:20 تا انقضای عالم با شما خواهم بود. خداوند ما اسمش چیه؟ عیسی. ببخشید یهوه. خداوند گفتم. خداوند ما عیسی‌ست. لقبش چیه؟ مسیح. عیسی مسیح. انتخاب شده، مسح شده. برای چی؟ برای نجات. عیسی یعنی نجات دهنده، نجات. مسیح یعنی مسح شده، انتخاب شده. عیسی مسیح نجات دهنده است. خب ولی ما نمیتونیم عیسی مسیح رو داشته باشیم. کسی نمیتونه عیسی مسیح رو داشته باشه مگر اینکه اول کیو داشته باشه؟ امانوئل. امانوئل کیه؟ خدا با ماست. وقتی شما خدا رو با خودت داری، عیسی مسیح رو با خود. خیلی مردم دنیا میگه ما خدا پرستیم، ولی آیا امانوئل هست؟ خدا با ماست؟ خدایی که ما رو نجات میده؟ این به این معنیه که خدا با ماست. امانوئل که عیسی مسیح. عیسی مسیح یعنی نجات دهنده و مسیح انتخاب شده. خب مسیح انتخاب شده که خدای ما باشه با ما و ما رو نجات بده. خب باید این سوال رو از خودمون بکنیم که آیا من به من عیسی مسیح که از باکره متولد شده ایمان دارم؟ چون فقط اونه که میتونه نجات بده، فقط اونه که میتونه امانوئل باشه. خدا با من باشه، ما بقیه عیسیهایی که تو دنیا هستن همه میرن کنار. یعنی خدایی که امانوئل با من باشه، ما بقیه حضرت عیسیها و عیسیهای با فکرمون ساختیم میرن کنار. فقط عیسی مسیح حقیقی. آیا من منتظر بازگشت خداوند عیسی مسیح هستم؟ آمین. هستیم؟ آمین. هستیم یا نیستیم؟ هستیم. یعنی همین الان اگه برگرده شما حاضرید؟ آمین. توبه برای یک ایماندار، توبه برای کیه؟ توبه برای یک ایمانداره. خب برای چیه؟ برای اینکه وقتی که از یک مسیر درست ایمانی خودش خارج میشه، برگرده به مسیر درست ایمانی خودش. توبه برای کسی که به عیسی مسیح ایمان نیاورده نیست. برای کسی که به عیسی مسیح ایمان نیاورده، ایمانه که نجات پیدا بکنه. باید ایمان بیاره به عیسی مسیح، نجات پیدا بکنه، باید توبه کنه. خب توبه برای ما ایمان درست. پس یادتون نره که هر دفعه باید توبه بکنه. این یادتون نره.
وقتی خدا در اختیار عیسی مسیح، وقتی خودمون رو در اختیار عیسی مسیح قرار میدیم و کلام حقیقت رو اعلام میکنیم، چی میشه؟ روح القدس مردم رو آماده میکنه برای شنیدن کلام ما، برای جذب شدن به عیسی مسیح. ملکوت آسمان حکومت آسمانی بر روی زمینه. این حکومت هنوز بر زمین برقرار نشده. این حکومت، حکومت پادشاهی آسمانی خداست که فقط روی قلب ایمانداران برقرار شده. دنبالش نگردید تو دنیا، دنبالش نگردید تو این کلیسا و تو این کلیسا. حکومت فقط روی دل شماست. دنیا حکومتش دست شیطانه. خب؟ سه دوره برای تعمید وجود داره. تعمید در آب، تعمید در روح القدس و تعمید در آتش که الان نیست. تعمید در آب وقتی که شما ایمان میارید و تعمید رو آب میگیرید. و اینا رو درس بدیم. تعمید روح القدس وقتیه که شما کلام رو میخونید و اجازه میدید روح القدس شما رو پر کنه و روح القدس از طریق شما زندگی بکنه تو دنیا. و تعمید آتش زمانیه که عیسی مسیح برمیگرده با آتش. ما رو از آتش میگذرونه. خب؟ همونطور که شیطان سعی داشت عیسی مسیح رو نسبت به فرزند بودنش به خدا شک بندازه براش، امروز هم تلاش میکنه شماها رو ماها رو شک بندازه برای که من فرزند خدا هستم یا نیستم. شک نکنید. به عیسی مسیح ایمان دارید، فرزند خدا هستید. اسلحه مقابله و پیروزی بر وسوسه‌های شیطان یادگیری و به کار بستن کلام مقدس خداست، همونطور که خدا عیسی مسیح کار. اگر عیسی که خدای در جسم بود در مقابله با شیطان از کلام کتاب مقدس استفاده کرد، ما چقدر بیشتر باید استفاده کنیم؟ شیطان عیسی مسیح رو وسوسه کرد تا از راه سریع و راحت به پادشاهی برسه. چه وسوسه هایی کرد شیطان؟ که بابا میخوای پادشاه دنیا بشی؟ من همه این پادشاهی رو به تو میدم. وسوسه بود دیگه، از راه سریع کوتاه. این همه راه جورجوتا رو نرو تا بشی پادشاه. من میکنم این پادشاه، همه رو میدم به تو. امروز هم به ما همین میگه. میگه دنباله این همه سختی میکشی، دنباله عیسی مسیح؟ میگذری از این؟ اون کار میکنه، اون کار بیا من آقا، بیا بهت یاد بدم. یه رشوه بدی کار تمومه. کار راه میفته. یا کارهای دیگه. و از راه های کوتاه ما رو گول میزنه بریم، ولی این راه راه هلاکت هستش. ما راهمون راه جنجوت هست. خدا به همه ما فرمان میده که رفتار و کردار و اندیشه مردم بی خدای اقوام زمانه خودمون رو دنبال نکنیم و شکل جهان نشیم. رومیان فصل 12 آیه 2. چرا که نتیجهش درست همون کلامیه که گفتیم. در تاریکی فرو خواهیم رفت و تاریکی گمراهی بمان. رساندن پیغام انجیل برای جمع کردن عده بیشتر یا یارگیری یا تبلیغات نیست. آقا ما پیام نمیدیم به مردم، مسیر رو معرفی نمی کنیم که کلیسای پرستندگان مسیر رو بکنیم 5,000 نفر 10,000 نفر که خیلی خوشحالیم اینطوری بشه که میشه. آمین. ولی هدفمون این نیست که مردم رو بیاریم سید کنیم، بیاریم اینجا از کلیساهای دیگه جمع کنیم، بیاریم اینجا رو بزرگ کنیم. نه، هدفمون اول اینه که اون افراد مردم رو مسیر رو بشناسن و نجات پیدا کنن. این رو باید هدف خودمون باشه. عیسی مسیح سه مرتبه دعوت میکنه. اول میگه برید و ببینید. میگه بیاید و من رو ببینید. یا تو میاد اون دو تا شاگردی که به یحیی میدن، گفت بیاید و من رو ببینید کجا میخوام چیکار کنم. دوم میگه شاگرد من بشید. شما رو دعوت کرده، ما رو دعوت کرده، اومدیم مسیح رو دیدیم، پسندیدیم، قبولش کردیم، ایمان آوردیم، دستیم شدیم، دستش دادیم. حالا میگه دعوت دوم، شاگرد من بشید. تعلیم بگیرید. در کلیسا بیایید تعلیم بگیرید. نه اینکه بگم از من بگیرید، نه. از کلاس من نیاید اصلا. ولی بیایید تعلیم بگیرید. از کلیسا تعلیم بگیرید. حتی خودتون تو خونه با این اینترنت ها یا تعلیم نگیرید، از کلیسا تعلیم نگیرید. خب؟ بعد که تعلیم گرفتید، حالا میگه برید، بشارت بدید و به دیگران تعلیم بدید. خب؟ این سه تا دعوت عیسی مسیح که ما راجبش درس میدیم اینجا.
خداوند عیسی مسیح افرادی رو برای شاگردی خود انتخاب کرد که از نظر دنیایی ناکامل بودن مثل من، افرادی بودن که وقتی به عیسی مسیح ضعیف بودن در دنیا، ولی افرادی بودن وقتی به عیسی مسیح وصل شدن، یکی شدن برای خدمت خدا، خداوند به اونها قوت بسیار داد و اونها رو تبدیل کرد و عوض کرد. آخرینش، یک ایماندار به خداوند عیسی مسیح روحیه روحانی داره و برای درک کلام باید دلسوز باشه و برای نجات جانهای دیگران باید عشق بریزه، دلسوزی کنه، باید اهل دعا باشه و با بیداری فکر و ذهن دعا بکنه. وقتمون گذشت، سه دقیقه ازش گذشت، معذرت میخوام، میخوام یه دعا بکنم برای همه شما و جلسه امروز رو ببرم. خداوند قدوس، یهوه، تو رو شکر میکنیم که تو نامی برتر از هر نام بر روی زمین و آسمان ها داری. شکر میکنیم که تو یهوه هستی آن که هستی. شکر میکنیم که تو خدای لشکرها هستی، تو خدای مهیا کننده هستی و تو هستی که تمام آن چیزهایی که ما بهش فکر میکنیم و نیازمون هست مهیا میکنیم و تو خدایی هستی که چیزهایی رو مهیا کردی که من اصلا بهش فکرم نمیکردم ولی نیازم. شکر میکنم برای نجاتمون در عیسی مسیح، شکر میکنم برای عیسی مسیح که حضورش در این کلیسا هست، شکر میکنم برای این که خداوند این سال 2016 رو با تمام سختی ها، درگیری ها، مشکلات، حتی جاهای اصلا خداوند ما گیواب کرده بودیم، تو ما رو عبور دادی. واقعا عشق ما در میاد، عشق شادی وقتی میبینی دستان تو برای این کلیسا هست و کمک میکنی. خداوند شکر میکنم برای این کلیسای خداوند، میسپاریمش آنچه که امور این کلیسا هست به دستان تو، از خادم این کلیسا کشیش رسول گرفته، خادمین دیگر، اعضای این کلیسا، همه و همه خداوند یک دل میشیم، یک رأی میشیم، نام تو رو برمی افرازیم خداوند و قربانی های قلبمون رو، فکرمون رو بر روی مصباح تو میذاریم و مثل بخور به آسمان به حضور تو میاریم و میگیم که ما رو برکت بده، برکت روحانی بده، برکت سلامتی بده، برکت کلام بده، برکت خداوندم جسمانی بده، هر نیازی که هست بده خداوند. از ظاهر که هر نیازی داره، اگر شفاست برای خودش هست، برای اون قسمتی که میخواد شفا بگیره دست بذاره روش، اگر برای دیگران هست، هر نیازی هست، همین الان در نام قدوس پرجلال عیسی مسیح میطلبیم و همه با هم میگیم آمین. و در